قرارداد عملیات اجرایی کاسا 1000 بین کشورهای قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان به امضا رسید. اما عملی شدن این پروژه چه اتفاقی برای افغانستان رقم خواهد زد؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس از امضای قرارداد عملیات اجرایی کاسا 1000 بین کشورهای قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان با بودجه بانک جهانی خبر داد و افزود کارهای عملی این پروژه اواخر ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. این اعلام نزدیکترین زمان برای آغاز پروژه کاسا 1000 است که اکنون و بعد از چندین سال انتظار از سوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام می شود. چیزی که مسئولیت امارت اسلامی افغانستان میشه، در این راستا ما دریغ نمی کنیم و همکار هستیم. پس کشورهای مرتبط هم می خواهیم که هر چه زودتر پروژه را آغاز بکنن و به اکمال برسن. از بانک جهانی که پروژه را اکمال تمویل می کنه، از هم خواهان هستیم که در این راستا باید عملی کار آغاز شود و موانعی از طرف افغانستان ایجاد نیست و هیچ مشکلی ما نمی بینیم. باید عملی ببینیم که کاری که پروژه آغاز میشه. د برښنا شرکت په کرات او د نړیوال بانک سره په تماسونو کې چې د کاسا زر پروژه هم د دوی تمویلونکي و تماسونه مور سره ونیول، اړیکې مور سره ونیول، چې بل اخره د افغانستان اسلامي امارات د برښنا شرکت په هڅو او د سیمه هیوادونو په همکاري سره نړیوال بانک دې ته چمتو سو چې زموږ سره کښینی او خبرې وکړي. موږ خوشبختانه د دوی سره څو مجالس وکړل چې بل اخره ورستۍ مجلس لسمو په ترکیه هیواد کې چې د مارچ د روان کال د مارچ پر 1 او 8 دوه ورځې د مجلس دوام وکړي. د دې مجلس په پای کې نړیوال بانک دا ومنله چې دوی به په افغانستان کې د کاسا زر پروژې پاتې چارې چې دا تکمیلوي. بار این پروژه در پایان اپریل در خاک افغانستان آغاز و انتظار می رود که این پروژه در پایان سال 2026 تکمیل شود. حال پرسش این است که اجرایی شدن پروژه کاسا 1000 چه اتفاقی برای افغانستان رقم خواهد زد؟ کاسا 1000 از بزرگترین پروژه های آسیای مرکزی است که قرار است برق قرغیزستان و تاجیکستان را از طریق خطوط انتقال انرژی با طول 1250 کیلومتر به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. در چارچوب این طرح ده‌ها کیلومتر خطوط جدید برق در این کشورها ساخته خواهد شد. اساس تحقیقات انجام شده، پروژه بزرگ کاسا 1000 عمدتاً منافع کشورهای مانند قرغیزستان، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان را از نگاه ترانزیت و انتقال انرژی برق تامین می‌کند. از این میان افغانستان اما کشوری است که با داشتن منابع و ظرفیت‌های زیاد داخلی مانند داشتن آب فراوان، باد و آفتاب با کمبود جدی انرژی برق در طول سال مواجه است. تیر روز د کاسا زر پروژه چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د انتقال یوه مهمه پروژه ده، د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. نړیوال بانک د دغې پروژې مالي ملاتړ کوي او انشاءالله چارې به عملا د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. دغه راز د کاسا زر پروژې د اهمیت په باره کې باید ووایو. د افغانستان لپاره په اقتصادي، سیاسي، کلتوري او ټولنیزو برخو کې ډیره مفیده تمامیدی سي او د هیواد د صنعتي کیدلو په برخه کې هم دا پروژه مهم رول لري. هر کال به افغانستان ته له دې لارې یوازې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ترانزیت پیس راځي او افغانستان کولی سي له دغه لینه نږدې 300 میګاواټ برېښنا ترلاسه کړي. مشکل بې برقي در افغانستان همواره وجود داشته، اما در فصلهای ګرما و سرما به ویژه زمانی که برق تجارتی ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به افغانستان به دلیل ضرورت‌های داخلی این کشورها کاهش پیدا می‌کند، بیشتر می‌شود. معضل کمبود انرژی برق در افغانستان از زمان‌های دور مردم افغانستان به ویژه دهقانان و صنعتگران کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و به تولیدات داخلی افغانستان صدمه‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. گذشته یعنی جمهوریت تطبیق پروژه های مثل کاسا 1000 را همواره به شکل گیری چیزی به نام منافع منطقه‌ای عنوان می کردند، اما هیچگاه کار عملی آن در آن زمان آغاز نشد. منافع افغانستان از پروژه انتقال برق کاسا 1000 در کنار 50 میلیون دلار حق ترانزیت در سال
اهمیت یافتن توقفگاه ها و اعتبار ترانزیتی افغانستان در آسیا و برخی از امتیازات دیگر مبلغ 40 میلیون دلار از خدمات همگانی را در سال نصیب افغانستان می کند. مردم افغانستان که سالهای سال با مشکل کمبود انرژی برق مواجه هستند برای آغاز و تکمیل این پروژه لحظه شماری می کنند. گفت کاسا 1000 به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای بازار منطقه‌ای انرژی برق با ظرفیت انتقال 1300 مگاوات از کشورهای قرقیزستان و تاجکستان به کشور پاکستان بستر بسیار مناسبی را برای آغاز معاملات خرید و فروش انرژی برق در منطقه فراهم خواهد. ممنون از این که تا آخر بیننده کاوش 24 هستید. اگر علاقمند این سبک ویدیوها هستید، ویدیو ما را لایک نموده و با دوستانتان شریک سازید. تا درودی دیگر، بدرود.